بله، کشاورزان عصبانی هستند، چون که حکومت ایران این قشر زحمتکش رو در مسیر نابودی و فلج شدن قرار داده. حکومت نه تنها هیچ حمایتی در گذشته و حال از کشاورزان نکرده و نمیکنه، بلکه هر روز با اقدامات خیانتبار به کشاورزان زیانهای هنگفت و آسیبهای جدی وارد میکنه. اما نگاه کوتاهی به گزارشات اقتصادی در 2 سال گذشته بندازیم، متوجه میشیم که این رژیم چه بلایی سر کشاورزی و کشاورزان آورده. آمارهای رسمی اقتصادی نشان میدهد که رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 1400 به منفی 2.6% رسیده بود، در حالی که در سال قبل از آن رشد مثبت 3.6% داشته. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران طی 1 سال بیش از 6% سقوط کرده است. مرکز آمار ایران در گزارش دیگری می‌گوید سطح کاشت محصولات سالانه در سال زراعی 1400-1401 نسبت به سال قبل 6.4% کاهش داشته و همینطور سطح کاشت گندم در سال زراعی 1400-1401 نسبت به سال قبل از آن 100 هزار هکتار کمتر بوده است. عدم حمایت حکومت از گندمکاران داخلی با توجه به اینکه این محصول قوت غالب و کالای غذایی استراتژیک به شمار می رود، نشان می دهد که رژیم در کنار نداشتن چشم‌انداز توسعه حتی در حمایت کوتاه مدت از کشاورزان نیز ناتوان است. بله، وضعیت کشاورزی ایران طبق معمول بی ثبات بوده و هست و در کل مثل سایر مسائل اقتصادی اجتماعی وضعیت فاجعه باری داره. اخیراً بهادری جهرمی سخنگوی دولت رئیسی درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفته که دولت علاوه بر مبلغ 11500 تومان قیمت گندم، 1500 تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و 2000 تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان تصویب کرد. یعنی مجموعاً 15000 تومان، در صورتی که کشاورزان گندمکار دائما هشدار میدن که قیمت تضمینی گندم نباید کمتر از 20 تا 25000 تومان باشه. در غیر این صورت کشاورزان در ضرر و زیان جدی خواهند افتاد. این جزء خیانت به وطن نمیتواند باشد که کشاورز را با نرخ تضمینی ناعادلانه 15000 تومان به سمت بیکاری و عدم تولید سوق دهند و بودجه بیت المال را صرف واردات گندم با نرخ 30000 تومان کنند.